درود بر شما دوستان عزیز. یکی از مشکلات که در پاور میل مطرح هست، خب ما در نرم افزار برای ایجاد طول پس میتونیم مسیر افزار رو در قسمت های کنج با تنظیم در حقیقت پوینت دیستریبیوشن روی فیت آرک به صورت کد های جی 0 و جی 0 خارج بکنیم. اگر که دقت بکنید، من پوینت دیستریبیوشن رو روی فیت آرک تنظیم کردم. در این مورد بارها صحبت شده توی گروه، روش ها آموزش هاش به طور کامل گذاشته شده. همونطور که دقت میکنید، من خروجی من در این قسمت ها به صورت کمانی هستش، یعنی به صورت آرک در حقیقت خارج میشه. ولیکن نوع ورود وقتی به صورت رمپ تنظیم بشه تو نرم افزار، به این صورت شما هر کاری بکنید، هر تنظیمی هم انجام بدی، باز خروجیتون به صورت پوینت به پوینت هست و این مسیر در حقیقت هلیکال یا اسپیرال ورود ابزار به متریال رو نمیتونید به صورت کدهای آرک خارج بکنید و حتی نمیتونید تنظیمش بکنید. شما وقتی در استراتژی کنستانز تیک اسپیرال رو فعال میکنی و در حقیقت پوینت دیستریبیوشن روی فیت آرک تنظیم میکنی، مسیر ابزارتون به صورت در حقیقت کمانی ایجاد میشه و اونو میتونید با پست پروسسور هلیکال به صورت کدهای جی 2 و جی 3 در حقیقت تو خروجیتون داشته باشید. اما تو قسمت ورود ابزار که به صورت رمپ تنظیم میشه در لینک ها، اگر دقت بکنید، من لید این روی رمپ تنظیم شده، این رو نمیتونید کاریش بکنید و به صورت پیش فرض تنظیم بکنید. حالا مثلا پارامتری باشه که این مسیر رو، این ورود ابزار رو به صورت آرک برای شما ایجاد بکنه. ولی که یه راهکاری وجود داره، حالا خواستم بهتون این موضوع رو بگم، شاید به دردتون بخوره. بعد از اینکه مسیر ابزار رو ایجاد کردید، ببین من حالا یه پاس مسیر ابزار ایجاد کردم، تست بکنید، فیدبک بگیرید، اگه نظری داشتید توی گروه عنوان بکنید. یه در حقیقت پترن از این مسیر ابزار ایجاد میکنید. ببینید من میرم تو قسمت پترن، یه پترن جدید ایجاد میکنم، شماره 3 insert tool pass. از tool pass جاری یه پترن ایجاد کردم. خب بعد استراتژی پترن فینیشینگم رو باز میکنم، از قبل حالا یه دونه گرفتم، فقط پترن جدید رو تو این استراتژی لود میکنم. پوینت دیستریبیوشن رو روی فیت آرک تنظیم میکنم، کار خاص دیگه انجام نمیدم، همین تنظیمات رو شما ایجاد بکنید و کلکولیت میکنید. خب پترن رو خاموش میکنم. نوع ورودم به صورت در حقیقت کمانی هستش، حالا در حقیقت به صورت رمپ هستش. میریم تو طول پس، توی ابزار طول پس پوینت رو روشن میکنم و میبینید که با این تکنیک شما میتونید ورودتون رو به صورت کدهای آرک داشته باشید. البته اگر که میخواید این حرکت هم به صورت در حقیقت کدهای آرک توی جی کدتون خارج بشه، حتما باید پست هلیکال رو داشته باشید. با پست پروسسورهای معمولی شما نمیتونید یه حرکت اسپیرال مارپیچ رو تست کدهای آرک داشته باشید. که الان این جی کد رو، این مسیر ابزار رایتش میکنم و ببینید که نوع ورودمون به چه صورت توی جی کد خارج میشه. خب انسی رو ایجاد کردم و رایت رو میزنم. خب بریم تو نرم افزار سیمکو. ببینید دوستان، همونطور که در جی کد هم مشخصه، خط اول رو کاملا به صورت کدهای آرک خارج کرده. خب این که به صورت کدهای آرک خارج بشه، پس منوط به این هستش که پست هلیکال رو داشته باشید و این تکنیکی که به شما آموزش دادم رو در حقیقت تو نرم افزار انجام بدید. موفق باشید.